سرخط خبرها، احتمال شروع موج تازه خشونت و ترور در عراق، حمله توپخانه ترکیه به شمال شرق سوریه، کشته شدن 3000 مزدور بیگانه در اوکراین، درگیری تازه میان سپاه پاسداران و نظامیان آمریکا و زلنسکی دستور خروج هیئت اوکراینی را از گروه تماس صادر کرد. مشروع اخبار، احتمال شروع موج تازه خشونت و ترور در عراق. با اعلام موضع مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه یرا و رهبر جریان صدری‌ها در هفت شهریور جاری مبنی بر کنارگیری از سیاست، اختلافات شدید میان این جریان با رقبای خود در هیئت هماهنگی متشکل از تشکل‌ها و احزاب وابسته به ایران وارد دور جدیدی از تشدید تنش علنی و بی‌پرده در عراق شد که ماه‌هاست از بن‌بست و انسداد سیاسی رنج می‌برد. حمله توپخانه ترکیه به شمال شرق سوریه. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داد که مناطقی که مورد حمله توپخانه قرار گرفته، مناطق مسکونی حومه شمالی الرقع بوده است. بر اساس گزارش منابع محلی سوری، اطراف منطقه عین عیسی و محور بین‌المللی M4 در حومه شمالی الرقع هدف حمله توپخانه گروه‌های مورد حمایت سوریه قرار گرفتند. به گفته این منابع، به دنبال این حملات به شماری از منازل شهروندان سوری خسارت‌هایی وارد آمد و موجب رعب و وحشت شهروندان شد. کشته شدن 3000 مزدور بیگانه در اوکراین. به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از تلویزیون روسیه الیام، وزیر دفاع روسیه درباره آمار مزدوران بیگانه کشته شده در اوکراین گفت حدود 3000 مزدور بیگانه در اوکراین کشته شدند. درگیری تازه میان سپاه پاسداران و نظامیان آمریکا. به گزارش رسانه‌های ایران که منابع آمریکایی همان را تایید کردند، ایران دو شناور دیگر بدون سرنشین آمریکایی را برای مدت کوتاهی در دریای سرخ توقیف کرده و سپس آنها را آزاد کردند. رابط عمومی ارتش ایران در اطلاعیه‌ای گفته ناوشکن جماران نیروی دریایی این کشور در حین اجرای ماموریت در دریای سرخ دو شناور ویژه دادی برداری آمریکا را توقیف کرده است. ارتش ایران درباره جزئیات این توقیف گفته ناوشکن ایرانی در حین گشت‌زنی در دریای سرخ با چندین شناور کوچک آمریکایی که در مسیر کشتیرانی بین‌المللی روبرو شده که رها شده بود و از کنترل کننده خواسته بود به این نوع حرکت خاتمه دهند و مسیر حرکت را تغییر دهند. ارتش ایران میگوید پس از بررسی‌های لازم و اطمینان از امنیت دریانوردی، این شناورها در منطقه امن رها شده و توسط یگان‌های آمریکایی دریافت شد. و زلنسکی دستور خروج هیئت اوکراینی را از گروه تماس صادر کرد. به گزارش اسپوتنیک، زلنسکی رئیس جمهور اوکراین فرمانهای پیشین خود مبنی بر حضور و مشارکت هیئت اوکراینی در گروه تماس سه جانبه برای حل و فصل درگیری در دونباس را لغو کرد. این فرمان در وبسایت زلنسکی منتشر شده است.